نهادهای اطلاعاتی آلمان میگویند به شواهدی دست یافتند که از افزایش تلاش پنهانی ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و موشکی در خاک آلمان و نقض احتمالی برجام حکایت دارند. به نوشته روزنامه جروزلان پست، در گزارشی که سازمان امنیت داخلی آلمان در تاریخ 17 خرداد منتشر کرده، به افزایش چشمگیر کوشش ایران در آلمان جهت دستیابی به فناوری و مواد ممنوعه برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی اشاره شده. این روزنامه عنوان کرده که در گزارش 368 صفحه‌ای امنیتی آلمان 59 بار نام ایران ذکر شده است، نشانی از نگرانی عمیق این نهاد از فعالیت‌های ماموران جمهوری اسلامی. سازمان امنیت داخلی آلمان همچنین به توسعه برنامه موشکی ایران در زمان دولت حسن روحانی اشاره کرده و از آن به عنوان بزرگترین برنامه موشکی خاورمیانه نام برده. همزمان در ایران واکنش‌های منفی به صدور قطعنامه انتقادی هفته پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد. چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته ضمن محکوم کردن کشورهای اروپایی دولت ایران را به خروج از MPT و کنار گذاشتن تعهدات هسته‌ای بین‌المللی تشویق کردند. روز شنبه محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، پیشنهاد کرده که تعلیق عضویت ایران در MPT در اولین فرصت در مجلس بررسی شود. خواسته ای که حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، هم در سرمقاله 21 خرداد این روزنامه از آن حمایت کرده. آقای شریعت مداری گفته بود: با جرأت می توان گفت که ادامه حضور کشورمان در MPT غیر از صدور مجوز برای ترور دانشمندان، تخریب تأسیسات نظامی و هسته‌ای و برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های داخلی هیچ نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت. دیگر چهره‌های موسوم به اصولگرا مانند حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، و امام جمعه بوشهر هم واکنشی مشابه از خود نشان دادند. به دنبال عدم پاسخگویی حکومت ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره 3 مکان اعلام نشده اتمی در ایران، کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه با حمایت واشنگتن پیشنویس قطعنامه‌ای را در نکوهش سرپیچی تهران از همکاری لازم با آژانس به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارائه کردند. قطعنامه‌ای که با رأی مثبت 30 کشور از 35 عضو شورا در مقابل تنها 2 رأی منفی تصویب شد. ایران در واکنش به این اقدام اعلام کرد که همکاری‌های فراپادمانی با آژانس را متوقف می‌کند. سپس دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای را خاموش و اعلام کرد سانتریفیوژهای بیشتری را وارد مدار خواهد کرد. تنش‌ها در روزهای گذشته میان ایران و کشورهای غربی و اسرائیل بالا گرفته. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست ضمن دفاع از قطعنامه هفته پیش شورای حکام علیه ایران از سیاست تازه کشورش در قبال تهران گفته. ایالات متحده هم به تازگی 2 بمب افکن B-52 را با همراهی جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورد. باید دید در روزهای آتی موضع رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تهدیدهای تازه چهره‌های تندرو درباره خروج ایران از MPT چه خواهد بود. آیا ایران هم تصمیم گرفته مانند کره شمالی از این پیمان خارج شده و با پذیرش عواقبش بیش از پیش منزوی شود؟ مهران کریمی، رادیو فردا.